کاپیتان، اتفاقی افتاده؟ از علاقه زیاد سوبا به فوتبال نگرانم. چطور؟ از این میترسم که به درساش لطمه وارد بشه، چون فکر و ذکرش فوتباله. نگران نباش، من کاری میکنم که سوبا به اندازه فوتبال بازی کنه و درساش هم بخونه کاپیتان. ازت متشکرم برادر، راستش نمیخوام اون یه قهرمان بی سواد بشه. اگه در مسابقات قهرمانی کشور برنده بشیم خیلی عالی میشه. یهو! گمون نمی کنم مادر به خاطر 5 دقیقه تأخیر ناراحت بشه. من میخوام تیم خودمون شاهین و حسابی تشویق کنم. تا سال گذشته هر مدرسه یه تیم برای این مسابقات اعزام می‌کرد. ولی از امسال در این شهر برای مسابقات منطقه‌ای فقط یه تیم منتخب فرستاده به نام شاهین. حالا باید دید که تیم منتخب شاهین موفق میشه به مسابقات قهرمانی کشور راه پیدا کنه یا نه. زمان مسابقه به زودی اعلام میشه. خب دیگه ما حاضریم. طبق معمول روحیت خوب است سوبا. آره سوبا، من شنیدم پدرت قراره امروز بره مسافرت، درسته؟ درسته. خب پس امروز اینجا نمیاد؟ این چه حرفیه؟ ممکن نیست پدر و مادرش برای تماشای مسابقه نیان. از کجا اینقدر اطمینان داری؟ برای که اطمینان دارم دیگه سوبا. نگفتم پدر جون. واکی میتونی بری، اشکالی نداره، من با دکترت صحبت کردم، گفت که میتونی. آره چیز مهمی نیست دیگه. چیزی به شروع دیدار بین تیم منتخب شاهین و تیم فیوجی باقی نمونده. اعضای هر دو تیم در حال حاضر پراکندن. جایگاه پر از علاقمندان به فوتباله که به خاطر تشویق بازیکنان و تماشای تیم منتخب شاهین و فیوجی اومدن. آخ اوضاع خیلی ناجوره. حالا که مدعی قهرمانی کشور شدیم همه اومدن بازیمونو از نزدیک ببینن. فقط کافیه ما بهترین بازیمونو ارائه بدیم، حالا چه کسی ما رو نگاه میکنه مهم نیست. این دیدار جالب با ضربه بازیکنهای تیم منتخب شاهین شروع میشه. به آخر کار فکر میکنم. فکرشم نکن، بگو ببینم هر سه بازیکن منتخب طبق معمول شرکت دارن. بگیر. فقط هیشی روی نیمکت نشسته. لیاقت و شایستگی هر بازیکن معلوم میشه. چایدن. آفرین بچه های تیم شاهین. بگیر. گل شد. اونا موفق شدن اولین امتیاز تیم منتخب شاهین در همون لحظه تبر به دست آورد. سوبا و شماره 10 در یه لحظه گل زیبایی رو به ثمر رسوند. عالیه سوبا، راست دیگه کارت حرف نداره. سوبا کارت عالی بود. آره ولی کافی نیست. زنده با تیم منتخب شاهین. پدر شما اینجا چی کار میکنین ها؟ سویوشی بگه قرار نبود لوازمو برسونی. خود شما قرار بود این کارو بکنیم پدر. اوه آره، حالا اینقدر سخت نگیر، بهتر مادر چیزی نفهمی. پدر یه گل دیگه نگاه کن. چی؟ چقدر راحت جلو میره، عالیه. بازی هنوز گرم نشده، بوده این بچه ها. حالا نوبت تیم فوجیه که حمله کنه، ولی تیم منتخب شاهین خیلی سریع جلوشون رو میگیره. کیزوکی مثل برق توپ رو میگیره و پاس میده. اونا واقعا حقشون بود که عضو تیم منتخب بشن. تیم منتخب شاهین با حرکت خوب ایزابا در حال پیشرویه. اون سات میکنه، سوبا اونجا منتظره. هر دو تیم برای گل زدن نهایت تلاش رو میکنن. موفق شد، سوبا تونست گل دوم رو به زیبایی به ثمر برسونه. گل شد، چی عالمی، گل دوم زدیم. عشق رفتن به برزیل دیوونش کرده، تمام فکر و ذکرش برزیله.
این دفعه سوبا تک و تنها داره دریپ میکنه. منو بگو که نگران پام بودم، ولی با وضعی که پیش اومده دیگه هیچ جایی نگرانی نیست سوبا. آفری سوبا، هر طور شده باید گم میزدم. کاکرو اگه در مسابقات نهایی نتونم کاکرو رو شکست بدم، نمیتونم همراه جان برم. بگیر ترو، یه پاسخاری خیلی قشنگ. وقتی با هم باشم موفقیتشون حتمیه. سوبا جلوی دروازه است، شوت بسیار زیبایی میکنه، حتی با میچرخونه به طور دروازه. گل 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 سومم زدم، سمت گل زدم. پدر من موفق شدم، سه تا گل زدم. عالیه، من سفر طولانی در پیش دارم و دیگه باید برم. تو هم سعی کن که هم به درست برسی و هم به فوتباله. حتما، مواظب خودت باش پدر. بازی های تیم منتخب شاهین با تیم های رقیب، دیدار اول با تیم دیوجی، دوم با تیم ایکابا، سوم با تیم مکیکا، چهارم با تیم سخورا، پنجم با تیم هارونو. و حالا در 15 دقیقه آخر بازی هستیم، وقت داره به سرعت تموم میشه. در حال حاضر امتیاز 7-0 تیم منتخب شاهین با تیم حاملا بازی خوبی رو ارائه داده. حالا حاملا سعی داره تا پایان بازی مقاومت کنه. شوهای حمانا توپ رو میگیرن، حمانا پاس میده، این آخرین فرصت برای حمانا است. برای شماره 8 به سرعت داره به طرف دروازه پیش میره، اون سعی داره یه شوت محکم به طرف دروازه بزنه، ببینید که نتیجه چه میشه. بله شوت میکنه، ولی دروازه بان با کیبایاشی جلوش رو سد میکنه. سوت پایان مسابقه زده شد. در این لحظه بازی تمام میشه، تیم منتخب شاهین به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. حالا چهار تیم از اون تیم فوتبال کندور و چیزیا از هر نظر آمادگی دارن، اونا روحیه خودشون رو حفظ کردن. همینطور هم تیم منتخب شاهین و شیبادا چه تلاش میکنن تا جز بهترین های این جام باشن و قهرمانی رو از آن خودشون بکنن. تیم شیبادا فردا رقیب تیم منتخب شاهین مدعی قهرمانی خواهد بود. فردا تیم منتخب شاهین برای رسیدن به قهرمانی بازی میکنه. بهتر برای صرف شام و استراحت کافی زودتر بریم خونه. باشه. آقا اگه اونا رقیب ما باشن مثل آب خوردن میبریمش. کاپیتان سب کنین. چیه؟ چی کار دارین؟ خواهش میکنم تو مسابقه فردا شرکت کنی. درسته که تا اینجا بالا اومدیم، ولی از حالا به بعدش نمیتونیم، چون تیم منتخب شاهین خیلی قویه. بدون شما موفق نمیشیم کاپیتان، خواهش میکنم تو هم بیا. مگه خودتون نبودین که به مسابقات نیمه نهایی راه پیدا کردین؟ از این به بعدم خودتون بازی کنین. راستش ما جلوشو بگیر، فقط کافی جلوگیری به کاپیتان رو بگیر. جلوشو بگیری، نمیتونی بگیری. فکر میکنم امروز کارمون مشکل تر باشه. تا
تو همیشه اینو میگی، حریف واقعی ما بازیکنای ترسوی ایشیدا نیستن. مسابقات منطقه‌ای برای مهم نیست، برای رسیدن به مقام قهرمانی کشور کافیه واکی دروازه‌بان تیم عقاب رو شکست بدیم. مسابقه امروز در مقایسه با مبارزه علیه اون هیچه. تیم عقاب؟ ولی اون عضو منتخب تیم شاهین شده. من کاپتان. راستش اگه اینقدر با نظرم مخالفین، بهتر خودتون به تنهایی مسابقه رو ادامه بدین. ولی کاپتان. موفق باشین. تاکشی بیا بریم. باشه کاپتان. کاکرو، حالا چرا اینقدر لجبازی میکنه؟ به نظر من این کارش علت دیگه ای داره. چه علتی؟ آخه میدونین اون پارسال پدرش رو از دست داده. درسته. سلام. سلام بچه ها. سلام کاکرو. معذرت میخوام، باید برم، خیلی کار دارم. یه میزنجی میای خونه؟ آره فکر میکنم همینطور باشه. چطوری کوچولو؟ آه کاکرو. سلام مادر. همونطوری که بارها بهت گفتم لزومی نداره که کار کنی، خودم از عهده مخارجتون برمیام، پس واقعا نیازی نیست که کار کنی. بله مادر. به علاوه تو باید به ورزشت هم برسی. فکرشم نکن، دوست دارم خودم خرجمو در بیارم. من فکر میکنم در چنین شرایطی کار کردن راحت تر باشه، درآمد تو هم که زیاد نیست. پس بهتر خودم کار کنم. خداحافظ. کاکرو. مادرم فعلا میتونه از عهده مخارجمون بر بیاد، منتها اگه قرار بشه وارد مدرسه راهنمایی و بعدش دبیرستان بشم، خرجمون بیشتر میشه. تازه خواهر و برادرای کوچیکتر از خودم چی میشن؟ اگه قرار باشه فقط دنبال فوتبال برم بیفایده است، چون مطمئنم همین طوریشم میتونم مقام قهرمانی کشور رو به دست بیارم. در مسابقات نهایی شرکت میکنم، بهشون نشون میدم چه تیمی قوی تر از بقیه است. اگه برنده بشم خیلی راحت میتونم وارد دبیرستان بشم و حتی کمک هزینه تحصیلی هم بگیرم. هرچی باشه بازیم خیلی بهتر از اون بچه های وارفته است. هر کسی بخواد جلوی حمله های منو بگیره باید مدت ها تمرین کنه تا بتونه موفق بشه. خیلی متشکرم کاکرو. خواهش میکنم. لطفا اگه ممکنه سر راد بودری خالی هارم ببر. چشم. تاکشی، همونطوری که حد زده بودی اونا امروز موفق شدن از حریفشون ببرن. ولی از حالا به بعد و از مشکل تر میشه، رقبای ما حالا دیگه بیش از حد قدرتمند شدن. درسته. بالاخره رسیدیم به مسابقات نیمه نهایی 4 تا از بهترین تیم‌ها. در دیدار اول امروز تیم شیمیزو با امتیاز زیادی بازی رو از تیم سودا برده. دیگه چیزی به شروع دیدار بین تیم‌های شیمیدا و منتخب شاهی باقی نمونده. چی؟ با کی بازی نمی‌کنه؟ آخه برای چی مربی؟ برای اینکه زخم پاش هنوز خوب نشده بچه ها. آخه ناراحت نباشین بچه ها، چون اگه دلم بخواد میتونم بازی کنم. اینه هاش، نگاه کنید. زیاد عجله نکن واکی، مسابقه نهایی فرداست، بهتره که الان بری خونه و استراحت بکنی. آره باید حسابی استراحت کنی، لزوم نداره خودت خسته کنی واکی. اصلا بیا بشین من بازی رو نگاه کن. درسته، چون حتی ایشی هم میتونه دروازه‌بان خوبی باشه. ببینم تو اینو راستی از ته دلت گفتی؟ ای بابا شوخی هم نمیشه با تو کرد. حدس میزدم واقعا چنین چیزی امکان نداره. نخونه. اونا مدعی قهرمانی هستن، بنابراین ما باید نهایت سعیمونو بکنیم. باشه. بازی با ضربه بازیکن‌های تیم منتخب شاهین شروع شده.
اونا پیشروی خوبی دارن. سوبا از تیم منتخب یه پاس بلند سمت راست به زمین میفرسته. اینطور که معلومه نوبت ما شده. تاکیشی را بیافت. چشم کاپیتان. فیوجی سبا از تیم شیمیدا توپ رو گرفته. اون شوت میکنه. در این دسته یه پاس از یه کوتاه. بله و گل. گل. همه بازیکن ها متعجب بودن. این یه گل کاملا غیر منتظره بود. موفق شدیم بچه ها. واقعا بدشانسی آوردیم. نباید گل میخوردیم. اونا حسابی ما رو غافلگیر کردن بچه ها. بازیکنهای تیم منتخبش ها اینجا خوردن. اونا نمیتونن موقعیتشون رو در زمین مشخص کنن. بازیکنهای تیم شیبیدا خیلی هوای همدیگر دارن و پاسکاریشون عالیه. یه پاس خوب. مواظب باشین بچه ها. یکی از بازیکنهای شیبیدا پا به توپ جلو میره و کسی هم نمیتونه مانه. موریزاکی چی کار داری میکنی؟ تو موظفی جای بچه ها رو تعیین کنی. درسته واکی، هیچ کس نمیتونه جلوی منو بگیره. من باید یه گلی دیگه بزنم. یه شوت بلند. موریزاکی دوازه بار با هوا بلند شده. نه اون موقعه شد. تیم شیرا اولین گلش رو زد. گل گل. باور نکردنیه، چون تیم منتخب شاهین که تا حالا گل نخورده بود بالاخره یه گل خورد و میشه گفت اصلا هیچ کس منتظر چنین پیش آمدی نبود، نه ما و نه تماشاگران. نمیذارم شکست بدم توی این بازی حساس. من نهایت سعیمو می‌کنم.